اگر فرض کنیم که حفظ جان یک نفر مسلمان، حفظ جانش وابسته به این است که شما شرب خم واجب است به شما، دروغ بگید واجب است به شما. احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم همه این باید از من بریم تا حفظش کنیم. جاسوسی فاسد بگیم، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است. دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است. جور این کابل رو میزد که فکر کنم با زیر ده تا اول استخون پام شکست و شما حساب کن تا 7 ماه که من کاب خوردم، بالای 600-700 تا کاب خوردم، رو استخون شکسته کاب خوردم. گفتم هرچی میخواین بنویسید من امضا کنم. گفتم نه، خودت بنویس. چی بنویسم؟ طبق راهنمایی ها این بوده، این بوده، دانشمندای هسته، قطع دانشمندای هسته. خب اینا رو کجا یاد گرفتی؟ رفتم اسرائیل. 7 سال پیش مردی در تلویزیون دولتی ایران به جرمی تکان دهنده اعتراف کرد. او گفت که برای اسرائیل کار میکرده و عملیات ترور فردی را هم رهبری کرده که حالا رسانه‌های حکومتی از او قهرمانی ملی ساختند. ترور مصطفی احمدی روشن، یک کارشناس ارشد در تأسیسات اتمی ایران در نطنز. همین متهم مازیار ابراهیمی سر از آلمان درآورده و میگوید آن داستان در تلویزیون ایران ساخته و پرداخته ذهن بازجوهای خشن بوده در وزارت اطلاعات. او میگوید که شکنجه های طاقت فرسا او را در یک ناگزیری قرار داده بود. اینکه روایتی جعلی را به شکل اعترافی تلویزیونی تکرار کند. مازیار ابراهیمی تردیدهایی را هم در مورد واقعی بودن اتهامات و اعترافات مجید جمالی فشی مطرح کرد که در آن زمان گفته شد اعدام شده. ولی آقای ابراهیمی چطور آزاد شده و سر از آلمان درآورده؟ گزارشی تحقیقی می‌بینیم از ژیار گل. دانشمندان ایرانی شهیدی دیگر به انقلاب موساد و عامل ترور شهید مسعود علیرضایی اطلاعات اعلام کرد خودم این موفقیت بزرگ رو از عملیات پیچیده و هوشمندانه سربازان گمنام امام زمان من مسئول عملیات من و فرشید سوار بر موتور اولی بودیم. خلاصه ای از مستند کلوپ ترور آماده است. این مستند به رونمایی از ماهیت تاریک گروهی تروریستی، اعتراف های 13 تن از متهمان ترور دانشمندان اتمی گروهی که خواهند گفت در شبکه 1 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. بعد از قبرس هم وارد خاک اسرائیل شدیم در یه شهر کوچیکی نزدیک تل‌آویو. ما رو اعزام کردن به اسرائیل و در اونجا آموزش کار با مواد منفجره. متهمان با جزئیات حکایت ترور دانشمندان اتمی را بازگو می کنند. حدود 7 سال از پخش این اعترافات می گذرد. تا به امروز از سرنوشت این افراد در رسانه‌های ایران خبری دیده و شنیده نشده است. آیا آنها اعدام شدند؟ آیا هنوز در زندانند؟ برای دیدار با یکی از متهمان ترور دانشمندان اتمی به فرانکفورت آلمان اومدم. وقتی شنیدم ایشون زنده است واقعا خیلی تعجب کردم، اما زنده بودن برای او یک معجزه است. این مرد مازیار ابراهیمی است. چند ماه پیش به آلمان مهاجرت کرد. او 7 سال پیش در تلویزیون ایران اعتراف کرد که در ترور دانشمندان اتمی نقشی کلیدی داشته. عملیات بعدی ما عملیات شهید احمدی روشن بود. در این عملیات من مسئول عملیات بودم. اینجا تو میگی مسئول عملیات بودی، چجوری شد که تو قبول کردی این رو که بیای اینجا این حرف رو بزنی؟ اینجا بعد از تقریبا 1 ماه 40 روز شکنجه شدن.
هنگام دستگیری در سال 1391، مازیار ابراهیمی صاحب یک شرکت نمایندگی فروش، آموزش و نصب تجهیزات تلویزیونی بود. او شبههایی در تهران و سلیمانیه کردستان عراق داشت. با صدا و سیمای ایران هم همکاری میکرد. پرداختای ما انجام نمیشد. هی رفتم تا رسیدم به حراست صدا و سیما. رفتم اونجا به اصطلاح شکایت کنم. که من نشوندن آقای ابراهیمی خیلی خوش آمدین و آقا چیزی نیست. یکی برای شما یه نامه انداخته تو صندوق حراست. نامه رو برای من آورد. نوشته بود مازیار ابراهیمی صاحب شرکت اهورا در سلیمانی عراق بهاییه. شرکتش اونجا محل تبادل اطلاعاته. چیزی نیست، دادیم وزارت اطلاعات، یه تحقیق میکنن تموم میشه. این گزارش به حراست صدا و سیما به دستگیری مازیار ختم شد. او متهم به اقدام علیه امنیت ملی شد و همکاری با سرویس‌های جاسوسی کشورهای بیگانه. و جور این کابلو میزد که فکر کنم با زیر ده تا اول استخون پام شکست. و شما حساب کن تا 7 ماه که من کاب خوردم، بالای 600-700 تا کاب خوردم، رو استخون شکسته کاب خوردم. گفتم هرچی میخواییم بنویسید من امضا کنم. گفتم نه، خودت بنویس. چی بنویسم؟ طبق راهنمایی ها این بوده، این بوده، دانشمندای هسته ای، قطع دانشمندای هسته ای. خب اینا رو کجا یاد گرفتی؟ رفتم اسرائیل. ساعت 8 صبح، خیابان گلنبی، روز حادثه. وظایف طوری تنظیم شده بود که ایشونو در محل تردیدشون در خیابان شریعتی به سمت و یه نفرم با یه جعبه دستمال بغل دست من وایساده بود، فقط عرقای منو پاک میکرد. این دوربین دوتاش اینجا بود، ما اینجا نشسته بودیم، سمت راست من آقایون به ردیف نشسته بودن. آقایون منظور بازجوه. بازجوه. فقط هی تندتون نگه میگشتن، اینه اینجوری نگو، اینجوری بگو. مصاحبه تلویزیونی قطعا خود وزارت اطلاعات انجام داد، چون ما رو از این بیرون نبردن. عملیات دیگه، عملیات اصلا از بمب سنگ. از نماینده محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران. منو بردن پیش قاضی صلواتی شعبه 15. خیلی بد با هم صحبت کرد. فقط هم اصرار داشت رو اینکه اعدامت بکنم، این کاغذی که میبینی حکم اعدامت. البته برای شکنجم تناب انداختن گردنم. برو یه هفته بهت وقت میدم با آقایون همکاری کن. یا آقای اومدن گفتن این وکیلت و اونم گفت من با زبان روز پیرمردم اذیت نکن، بیا اعتراف کن. من به چی اعتراف کنم؟ نفهمیدم چه خبره اینجا. با این ضربه مهلک تمامی نقشه های آنها خونسا و نقشه برا. خوشحالم که دستگیر شده. تشکر میکنم از بچه های اطلاعات. به نظر شما این قدرته؟ من اینجا نشستم، فیلمی که 7 سال پیش از من گرفتن رو داریم نگاه میکنیم، که تو داری میگی دانشمندای اتمی رو کشتی. من دانشمندای اتمی رو کشتم و برای شما دارم میگم چه بلاهایی سر من آوردن و امثال من. دو سال پس از دستگیری مازیار، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران با چالش‌های جدی روبرو شده بودند. اعتراضات جنبش سبز و به دنبال آن ترور 4 تن از دانشمندان هسته‌ای ایران توسط افراد ناشناس. توی اون مقطع وزارت اطلاعات ایران به شدت تحت فشار بود که چرا در مقابل پروژه تخریب کشورهای خارجی کاری نمیتونه بکنه. در اون مقطع صدها نفر رو بازداشت کردن با هدف سناریو سازی، در واقع با هدف خارج کردن وزارت اطلاعات از زیر فشارهای سیاسی. پیچیدگی عملیات ها، اسامی مستعار متعدد و رمزآلود اطلاعاتی امنیتی ایران، عوامل اصلی ترور دانشمندان شهید شهریاری، احمدی روشن و قشقایی رو هم موفقیت بزرگ رو به محضر مبارک آقای امام زمان از جلال الله تعالی فرج و شریف مقام معظم رهبری و ملت. خیلی تشکر میکنم اول از همه از دوستان اون تو وزارت اطلاعات، از برادرانم که میدونم تو این موضع بود که ما به ماشین شهید رسیدیم، بمب رو چسبوندیم به خودروشون و جلوی اون لحظه‌های سفید بمب منفجر شد که ما با موتور به انتهای ایشون کجا هستن؟ ایرانه. میشه گفت مغز متفکر این گروه بوده، اینجوری که اینجا اونجوری که بهش گفتن اونجوری که بهش گفتن. با تعدادی از متهمان که در این برنامه صدا و سیما به ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف کردند تماس گرفتیم.
به دلایل امنیتی آنها حاضر به صحبت در این باره نبودند. اما با نگاهی به فضای مجازی نشان می‌دهد آنها از سال 1395 بیرون از زندانند و در این مدت عکس‌های جدیدی از خود منتشر کردند. من فکر می‌کنم آزادی اینها بزرگترین مدرکه مبنی بر اینکه نظام امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و همینطور صدا سیما دست در دست هم چیزی نیستن جز مضحکه عدالت. انفجار مهیب در نزدیکی ملارد کرج. در سال 1391 یکی از کارخانه‌های موشک‌سازی سپاه پاسداران در ملارد کرج منفجر شد. سپاه این انفجار مهیب را حادثه خواند. اما بسیاری از خبرگزاری‌های بین المللی موساد را عامل این انفجار خواندند. از یه هفته قبل از اینکه این سپاه بیاد میومدن میگفتن همکارای ما میان ازتون یه سری سوال میکنن، فقط در مورد ملارد حرف میزنین، در مورد هیچ چیز دیگه حرف نمیزنین. یک سال پس از این انفجار در سلول‌های انفرادی بازجویان وزارت اطلاعات مازیار را برای قبول مسئولیت انفجار ملارد آماده کرده بودند. وقتی سپاه اومد گفت شما اینجا اعتراف کردید که وقتی اونجا منفجر میشه شما کنترل رو زدید منفجر شده. گفتم بله. یکی از آقایان اطلاعات هم نشسته بود، قبلش کلی تهدید شده بودیم. کجا بودی؟ بیرون پشت فنسا بودم. هیچ اتفاقی برات نیفتاد؟ گفتم نه. گفت گوشت درد نگرفت؟ جایی درد نگرفت؟ گفتم نه. این آقای سپاهی همچی مثل فنر از جاش پرید. یه بد بیرایی هم به من گفت که تا 25 کیلومتر یه شیشه سالم نمونده، تو اون کارخونه یک دونه آجر سالم نمونده، 177 نفر آدم اونجا کشته شدن، تو پشت فنسا بودی گوشت هم درد نگرفته؟ چه خبره؟ یه خورده ما رو تهدید کرد و بعد واقعا نمیدونستم چیکار کنم. این مثلا دیگه دل زدم به دریا، گفتم آقا ما رو دارن شکنجه میدن، میگن اینا رو بگیر. پس از بازجویی ماموران اطلاعات سپاه، شکنجه مازیار و سایر متهمان متوقف شد. آنها از سلول‌های انفرادی بیرون آورده شدند. قاضی پرونده هم عوض شد. نماینده رهبر در وزارت اطلاعات که آقای آخوندی بود اومد. به لطف شما آقای امام زمان یک توطئه دولتی کشف و خونسا شد. بارها پیش اومده که وزارت اطلاعات سعی کرده پروژه های سازمان اطلاعات سپاه رو خونسا بکنه. یک نمونهش ماجرای جاسوسی در مذاکره کنندگان برجام، و بارها این سازمان اطلاعات سپاه بوده که برخلاف نظر وزارت اطلاعات اقدام کرده. نمونهش محیط زیست. بعد کم کم سر کله آقایون پیدا میشد، میومدن تحقیق گروه های دیگه که کی به شما گفته اینو بگید، کی گفته اسم پسر هاشمی بیاری، کی گفته اسم بیت رهبری و حضرت آقا رو بیارید. ما هم چشمن داشتیم، من نمیدونم کیه. به نام های مستعار سامان، امیریل، امیر عباس. هفت ماه پس از بازداشت مازیار و سایر متهمان، بیگناهی آنان برای مقامات قضایی و امنیتی حکومت ایران محرز شده بود. اما بازداشت شدگان برای 26 ماه دیگر در زندان ماندند. هی معذرت خواهی میکردن و ما میگفت خب باشه، حالا معذرت خواهی میکنی، خب چرا آزادمون نمیکنی؟ برای حفظ آبروی نظام فعلا شما رو نمیتونیم آزاد کنیم. مجید جمالی صبح امروز اعدام شد. این گزارش یک سرنوشت است. یکی دیگر از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای مجید جمالی فشی بود، قهرمان کیک باکسینگ اهل تبریز، و در اردیبهشت 1391 با حکم قاضی صلواتی اعدام شد، یعنی دو ماه پیش از دستگیری مازیار و سایر متهمان. دو نفر که از فیلتر آموزش‌های تل‌آویو بالاترین نمره را کسب کردند مأمور انفجار می‌شوند. بمب در موتوری که جمالی فشی آن را حمل می‌کند و مجید جمالی فشی هم در فیلم اعترافات مازیار نشان داده شد. تا اون گروهی که برای معذرت خواهی و تحقیق می اومدن که کی به شما گفته اسم فشی بیارین؟ آقا چشمن داشتیم نمیدونیم. چی میگفتن؟ بگید با ما بوده، اینجوری بوده.
گفت میخوای من فشیه بیارم ببینی زنده است؟ این شخصی که ما ترور کردیم در حال ساخت بمب اتم بوده. مجید جمالی فشی همچون سایر متهمان در تلویزیون ملی ایران به ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای ایران اعتراف کرد، اما تناقض‌های زیادی در فیلم اعترافات او دیده می‌شود. طبق مهری که توی پاسپورتم بود، من یه اسرائیلی بودم که اومده بودم آذربایجان، داشتم برمیگشتم. اطلاعات به دست آمده توسط سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی. در این برنامه یک پاسپورت اسرائیلی نشان داده می‌شود که گفته می‌شود مجید جمالی فشی با آن به اسرائیل سفر کرده. این پاسپورت فتوشاپ شده، چرا که نسخه اصلی این پاسپورت به عنوان نمونه پاسپورت اسرائیلی در سایت ویکی‌پدیا است. عکس او برخلاف قوانین رو به دوربین نیست. بسیاری معتقدند او هم همچون مازیار تحت شکنجه اعتراف کرده. راست و دروغش من نمیدونم، ولی با اتفاقی که برای خودم افتاده به هیچ عنوان باور نمیکنم که اینو راست بگم. امیدوارم یه بدبختی مثل ما نبوده باشه، اینو از ته قلبم امیدوارم. و اگرم یه شوی بوده که با آدمای خودشون درست کردن، من فکر نمی کنم کسی به نام مجید جمالی فشی که همچی کاری کرده باشه وجود داشته باشه. صبح امروز سه‌شنبه به دار مجازات آویخته شد مجید. این نشانه قدرت داخلیه. و من از شنیدن این که یک کسی که این کارو کرده گرفتنش خیلی خوشحال شد. رفتار مردم با ما عوض شد. خیلی از هموطنهای محترم ما دقیقا مثل یه مجرم با ما رفتار کردن. آدمایی که بهشون زنگ زدیم میگفتن نمیشناسیمت. مازیار ابراهیمی و سایر متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای در سال 1395 از زندان آزاد شدند. مازیار از وزارت اطلاعات، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، روزنامه جام جم و روزنامه کیهان و چند رسانه دیگر هم که او را متهم به جاسوسی برای اسرائیل کرده بودند شکایت کرده، اما شکایت‌های او به نتیجه‌ای نرسیده. بعد که آزاد شدیم، شاق شهریاری میرفتیم برای کارامون، رئیس دادسرای 27 جنایی و جرایم خاص تهران. پرونده رو برده بودن اونجا، تو دادگاه انقلاب نبود. توی اعتراضی میکردیم میگفت چی داره میگی؟ برو خدا رو شکر کن زنده ای، اعدامت نکردن. خدا شاید اینجا پاشنه اتاق منو در آوردن که یه چند تاشونو فعلا اعدام کن برای خانواده شهدا و برای حفظ آبروی نظام. ما رو اعدام کنن. چند ماه پیش مازیار ایران را ترک کرد، به آلمان آمده، تلاش میکند از صفر زندگیش را بسازد. اثرات فیزیکی شکنجه های 7 سال پیش مازیار را رنج میدهد. کابوس شبها و روزهای طولانی که در سلول های انفرادی وزارت اطلاعات سپری کرده، اینجا هم هنوز او را رها نکرده. اینا سمق درخت دیزی چجوری میچسبه به این را؟ اصلا انگار نمیخواد ول کنه. تأثیراتی که گذاشته، حالا به لحاظ فیزیکی میگم تو زندگی، حالا روحی و روانیش بماند. پا، دست، کتف، کمرم قوس پیدا کرده به خاطر اون 4 ماه شبانه روز دست من. کلی قرص اعصاب باید بخوری. یه زندگی عادی نداری، به کسی نمیتونی اطمینان کنی، رابطه خوب نمیتونی. میخوام یه چیزی بخونم، تمرکز ندارم. مهمترین موضوع اینه که این افراد جلوی دوربین به انجام اعمالی اعتراف میکنن که همش جرمهای خیلی بزرگه، اعمالی که تکان دهنده است، و خانواده اون فرد در بیرون زندان با یک نوع شرم اجتماعی مواجه میشه از اینکه بچهشون یه همچین اعمالی رو انجام داده. و برعکس چیزی که ما فکر میکنیم، که فکر میکنیم که همه میدونن که این اعترافات اجباریه، کسی باور نمیکنه. تجربه نشون داده که اتفاقا عموم جامعه باور میکنه. تمام اون اتفاقایی که برای خودم افتاده اصلا مهم نیست. خانواده من خیلی مهمترن. من پدر مادرم هر موقع میبینم خجالت میکشم، داداشم هر موقع میبینم خجالت میکشم. مادر من سکته مغزی کرد، دو بار سکته. واقعا میخوای ببینی چه تأثیری گذاشته خانواده من این اتفاقات، این فیلم پخش کردن، این دستگیری ها، این داستان ها. من عکس قبل از دستگیری مادرم
بهت نشون میدم. این قبل از دستگیری بود. این قبل از دستگیریش. این قبل از دستگیریشه. بله، این عکس بعد از دستگیری. گزارشی تحقیقی بود از همکارم ژیار گل. باید اشاره بکنم که مطلبی در وبسایت ما هم منتشر میشه در همین زمینه که جزئیاتی هست که در مطلب ما در وبسایت خواهد اومد. گزارش بود از همکارم ژیار گل. واضح است باشم دروغ واضح است باشم جاسوسی برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است. دروغ گفتن هم واجب است، شوهر هم واجب است.